وعده خلیلزاد به عبدالله که غنی را وادار به برگزاری لوی جرگه کرد. در یک منبع در سپیدار میگویند که آخرین ملاقات سفیر آمریکا و خلیلزاد خیلی تاریخی و سرنوشت‌ساز است و پیام خاص برای دکتر عبدالله داده شد که به زودی رئیس حکومت مصالحه ملی می شود. و در آخرین ملاقات طالب‌ها و آمریکایی‌ها روی گزینه حکومت مصالحه ملی توافق کردند بر ریاست دکتر عبدالله عبدالله که خشم اشرف غنی را برافروخته و خواهان لوی جرگه مشورتی شد. اگر نه 4600 طالب را آزاد کرد، انس حقانی را آزاد کرد، مشکل قانونی نداشت. حالا 400 نفر مشکل قانونی پیدا کرد. این در حالی است که رادیو تلویزیون ملی گزارش داده که لوی جرگه مشورتی صلح برای تصمیم گیری درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان در 17 اسد در کابل برگزار می شود. طبق این گزارش، رئیس جمهور غنی قرار است که در این لوی جرگه درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان با نمایندگان مردم مشورت کند. رئیس جمهور طرح برگزاری لوی جرگه را در روز نخست عید قربان اعلام کرد. او گفت که بر اساس قانون اساسی و کد جزا صلاحیت رهایی 400 زندانی طالبان را ندارد و باید لوی جرگه درباره آن تصمیم بگیرد. حکومت از مجموعه 5000 زندانی طالبان 592 تن آن را افراد اعلام کرده که به دلیل ارتکاب جرایم جنایی محکوم به مجازات شدند. حکومت گفته بود که صلاحیت رهایی این افراد را ندارد. این شمار اما به 400 نفر تقلیل یافته است. محمد اشرف غنی روز گذشته در سامنگان گفت که اگر مشکل در روند صلح پیش نمی آمد، قرار بود لوی جرگه در پایان روند صلح برگزار شود. ممنون و سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودیم. وقت شما خوب و خوش باشه. خداحافظ.